من حالا یکی از در واقع کارهایی که در واقع انجام میدم، یکی از تکنیکایی که چیزی من سعی میکنم در واقع از ابزارهای خود مسلمان ها برای ضربه زدن به خودشون استفاده کنم. مثلا یکی از کارهایی که من جدیدا زیاد استفاده میکنم، مثلا فحش که میدن بهم، در واقع فحش رو تبدیل میکنم، در واقع ربطش میدم به یک واقعه تاریخی که واقعا اتفاق افتاده، مثلا تو تاریخ اسلام. در واقع اون فحشی که من دادن از زبان یکی از کاراکترهای اون واقعه تاریخی، حتی به یکی دیگه‌شون میگم که متناسب با اون موضوعی که دارم اشاره میکنم. یا مثلا فرض کنید میخواد مثلا توهین میخوام بکنم به چیز، مثلا یه در نسوشون مثلا با این آیدی های خانم ها میان مثلا فحش میدن، مثلا یه چیز ثابت، جوابی ثابت که بهشون میدم، مثلا میاد میگه تو فلانی فلانی فلانی، مثلا این اینجوری شما رو نقلتون نمیرسه. مثلا میگم به فرض مثلا خب این واقعا امیرالمومنین حق داشته گفته زن مسلمان عقلش ناقصه، یعنی این خب حدیثی که گفته واقعا حضرت علی و قول به هشت نهج البلاغه هست. شما مثلا وقتی به طرف یه همچین چیزی میگید، طرف قشنگ آچمز میشه، یعنی اصلا میمونه که در واقع چجوری باید جواب بده. اول که میان معمولا خب میگن نخیر همچین چیزی نیست، بعد میرن چیزا رو میارن میارید مثلا منبع میدید نشون میدید چیز میکنه، بعد میفتن به ماسمالی کردن که نه منظورش از عقل یه چیز دیگه است. حالا احتمالا حضرت علی عربی بلد نبوده، نمیدونسته، مثلا خب گفته انسا و ناقص نواقص العقول دیگه، هم نواقص این اون کلمه رو تو فارسی استفاده میکنیم دیگه. و این آدم در واقع مجبور میشه یا در واقع حرف منو نقض کنه که بگه امیرالمومنین اشتباه کرده یا همچین حرفی زده، یا مجبور تاییدش کنه و قبول کنه که عقلش ناقصه. در واقع یه جور یه چوبه در واقع دو سر تلاست که به طرف در واقع میندازید و چیز میکنید. من حتی توهینی که سعی میکنم، من خودم در واقع چیز میکنم، بعد یه مقدار در واقع کار این مدلی، من خودم در واقع سیاست هم این مدلی هست بیشتر تا اینکه بخوام مثلا سعی کنم شروع کنم مثلا به مستقیما بخوام چیز بکنم. سعی میکنم از ابزارهای خودشون استفاده کنم برای ضربه زدن به خودشون. حالا این در واقع سیاست شخصی منه. من خب اوکی، من یه چیز جواب بدم. درسته. یه چیز، من وقتی میگیم که سیاست شخصیمون چیه، معنیش اینه که برای میگه معنی حق مگه درست بودن نیست؟ چطور میشه حق داشته باشن حرف نادرست بودن؟ نه شبنم جان، من فکر کنم فارسیم توی من فکر کنم فارسیم ضعیفه، ولی بابا بگو من دارم درست میگم یا نه. برای اینکه فکر کنم اینو من از شبنم بهتر متوجه شدم. نه شما وقتی میگین که این حرف شما به حقه، معنیش اینه که حرفتون درسته، خب؟ ولی اگه حق دارین یه حرف رو بزنین، معنیش نیست که حرفتون درسته، خب؟ وقتی میگین حق دارین این حرف رو بزنین، معنیش اینه دارین درباره حرف حقوقی میزنین، یعنی از قانونی این تو این حق رو دارین، یعنی حقوق این قانون حقوقی اسلامی، میگم انسانیه، میگم اسلامی نه، انسانیه که شما حق دارین حرف بزنین. نه چون یه، نه چون یه حرفی رو حق دارین بزنین معنیش نیست که حرف درستیه. وقتی اگه کلمه حق اگه موقعی استفاده میکنن که بگن حرف شما درسته، اینجوری میگن، میگن حرف شما به حقه. بگن حرف شما به حقه و اینکه حق دارین این حرف رو بزنین، دو تا چیز کاملا جداست. یکی این، یکی من این یه فیسبوک یک کامنت گذاشته میگم اگه یک مسلمان به همجنسگراها توهین نمیکنه، نه خیلی هاشون نمیکنه، همشو که نمیکنه، ولی اگرم بکنن چه نکنن فرقی نداره که ما حق داریم بهشون توهین بکنیم یا نکنیم. خب شما حق داشتن به توهین کردن به یک شخص، این آزادی بیانه، همه حق دارن چه اونا توهین بکنن چه توهین نکنن. یعنی اینکه حق داشتن ما به اینکه به یک نفر توهین بکنیم بر اساس این نیست که آیا اونا هم دارن توهین میکنن یا نه. نه این آزادی بیانه. حتی اگه هیچ مسلمانی هیچ وقت هم به هیچ کسی هیچ توهینی هم نکنه، اصلا فرض کنیم هیچ مسلمانی تا حالا به هیچ موجود هیچ آزاری هم نه، همه مسلمان اصلا مسلمان از همه آدما بهتر، خب همه بی خدایان و مسیحیان و یهودا و اینا همشون از مسلمان‌ها کمتر و مسلمان‌ها بهترین آدمای دنیا، خب بهترین آدمای دنیای همشون اصلا الگوی انسانیتن. خب حتی تو این دنیا هم ما حق داریم بهشون توهین بکنیم، حتی اگه توهینمون بی خود باشه حق داریم، این حق حق آزادی بیانه. خب حتی یکی اینا، من دیگه چی بگم؟ آره من بابک من درست استفاده نمیدونم حالا منظور شبنم، اگر شبنم منظورش چیزی دیگه یه باید دیگه بیاد بنویسه، اما برداشت من هم همینه دقیقا. خب سامان هم قبول داره، میگه آفرین نامی دقیقا در مورد نسبت به حق و درستی یک حرف رو کاملا درست کرد. اوکی سامان هم پس حرف من قبول داره، عالی شد.
خب ادامه بدیم. ببخشید من یه ذره زیادی خواهش میکنم. نه کاملا درست میگید، در واقع این حق در واقع برای همه محفوظه و حالا کاری نداریم. شما به فرض هم مثلا حتی میگید که مثلا شاید یه مسلمانی هیچ وقت مثلا چیز نکنه، هیچ کاری بد چیزی انجام نده. من در واقع نظرم یه لول از این چیز تره. من به نظر من مسلمانی که چیز نکنه، ببین طبق دستور خود قرآن، مثلا دستور خود اسلام، شما باید کسی که به پیغمبر توهین میکنه رو باید بکشی. این دستوره. شما مثلا فرض کنید طبق آیه 24 سوره نساء مثلا باید چیز کنی، باید مثلا توی جنگ مثلا وقتی زنی رو اسیر کردی میتونیش تجاوز کنی حتی اگه شوهر داشته باشه. طبق آیه 34 سوره نساء اگه زنت نافرمانی کنه باید چیز کنی، بزنیش. اینا باید مثلا خود اصلا خود قرآن میگه کفار رو هر جا پیدا کردید بریزید سرشون، حتی سوراخاشون بکشید بیرون، بزنید سرشون رو قطع کنید. اینا دستورات مستقیم اسلامه. حالا اگر به قول شما مسلمانی پیدا میشه که این کارها رو نمیکنه، از دید من کلا یا یه مسلمان بزدله که جرأت نمیکنه اینجور کارا رو انجام بده، یا اینکه اصلا یه مسلمان واقعی نیست، هنوز یه خورده انسانیت در واقع توش وجود داره که باعث میشه که در واقع چیز کنه، خودشو قانع نکنه که وارد در واقع چیز بکنه یه همچین کارهایی بخواد انجام بده. وگرنه دستورات مستقیم خود قرآن، در واقع سنت خود رسول الله است، اصلا چیزی نیستش که بخواد در واقع چیز بکنه. من اینی که بخوام مثلا خب کسی هم که این عقاید رو داره، در واقع قرآن خودش پر از در واقع چیز انواع هر چیزی که شما بخواید طبق آزادی بیان حساب کنید، آزادی بیان محدودیت‌هاش چیاست، خشونت فیزیکی، مثلا تجاوز، کودک آزاری، نمیدونم مثلا هوموفوبیا، زن ستیزی، نمیدونم چه، همه اینا در واقع خط قرمزهای آزادی بیانه و اسلام خودش مجموعه کل اینهاست. اصلا اینا شما بخواید چیز کنید، اصلا مسلمانان اسلام مثلا کلا نباید در واقع چیز باشه، اصلا کلا خودش با تمام خط قرمزه به یک تنه تمام خط قرمزه در واقع چیز رو رد میکنه، کلا محتوای به اصطلاح فرهنگ اسلامی. من یه کامنت هست الان من اینجا بخونم. خب البته من یه جور دیگه میخونم چون که یوتیوب به این کلمه خیلی حساسیت داره. من این شخص و اسم اسم کوچکه ایشونو میخونم به جای اینکه اسم میگه آرمین کتاب آدولف هم آزاد است. من به جای اینکه خودتون رو صفحه بخونید، خب این اسم یه کسی توی آلمان مال جنگ جهانی دومه، من یوتیوب دوست نداره اسمشو بگم، میگم اسم کوچیکشو میگم. آرمین کتاب آدولف هم آزاد هست، بعضی قسمت های قرآن هم مثل کتاب آدولف هست یا نه؟ نه، مثل آدولف قرآن از کتاب آدولف به نظر من بدتره. خب ولی خب بله جفتش باید آزاد باشه. من شما فکر میکنین من میگم که مثلا قرآن باید آزاد باشه، فکر میکنین کتاب آدولف رو نمیگم باید آزاد باشه؟ من نه تنها میگم باید آزاد باشه، اتفاقا آزادم هست. شما الان من نشون میگم رو آمازون شما میتونین برین کتاب الان نشونت میدم اینا ها نخونید اینو برای اینکه یوتیوب دوست نداره اینو. اینا این کتاب رو آمازون هست، هزار تا هم بالای هزار تا هم ریویو داره، ریویوش هم 4.5 از 5 روی amazon.com تو آمریکا. آزادی بیان به این میگن. بله درست. خب تموم شد گفتم. بله بله، عرض به حضور شما که دیگه و در واقع یه مسئله که وجود داره اینه که ادیان در ابتدا اولش که در واقع شروع میکنن به چیز، همه با مفاهیم معنوی، با دزدی نکنید، با نمیدونم چیز نکنید، همدیگر رو نکشید، دوست باشید با همدیگه، پدر و مادرتون نیکی کنید، فلان کنید فلان کنید، با این چیزا شروع میکنن. عملا در واقع مثل تقریبا هر مفهوم دیگه ای عملا میان میرسه به یه جایی که در واقع کلن وقتی به قدرت میرسن و در واقع به چیز میرسن، یه دفعه در واقع تغییر ماهیت میدن. تقریبا هر دینی هم که به قدرت رسیده همین حالت رو از خودش بروز داده. حالا مسیحیت مثلا توی دوره خودش این کار رو کرده، اسلام که همچنان در واقع توی خیلی از جا در قدرت هست و داره همین کار رو انجام میده. و متاسفانه مسئله که هست اینه که علارغم چیزی که ظاهراً مذاهب وانمود میکنن که دارن به شما ارائه میدن که در واقع انسانیت رو دارن چیز میکنن، دقیقا به عقیده من برعکس این سیستم. یعنی شما اگه مذهب هم نداشته باشید، چیز نکنید، به هیچ چیزی هم اعتقاد نداشته باشید، اگر به عقل و وجدان و انسانیتتون رجوع بکنید، خب طبیعتا خب شما خودتون میدونید که دزدی بده، دروغ بده، نمیدونم آدم کشی بده، این بده، اون بده، و طبیعتا هیچ انسان عاقل و هیچ انسان نرمالی
لزومی نمیبینه که خودش بخواد هیچ کدوم از این کارا رو انجام بده، احتیاجی نداره بخواد بره یه کتاب قدیمی مثلا عربی یا عبری یا هر چیزی بره بخونه و زور بزنه ترجمه کنه و سعی کنه یه قسمتایشو ندید بگیره، سعی کنه یه قسمتایشو ماله بکشه که بخواد از توش 4 تا دونه دستور مثلا خوب پیدا بکنه. به همین خاطر در واقع بعد سر همین اصلا احتیاجی واسه این جور چیزا اصلا احتیاجی به راهنما و احتیاجی به پیغمبر و احتیاج به نمیدونم کتاب و احتیاج به مذهب نیست. در واقع تنها چیزی که لازم هست اینه که شما بخواید در واقع تن کاربرد که مذهب داره اینه که شما بتونید از یک انسان خوب یک انسان پلید بسازید. حالا نه فقط خود مذاهب، در واقع چیزای دیگه‌اش مثلا ترس کنید، همه هر کدومشون میتونن در واقع تعصب رو هر موضوعی میتونه در واقع همینقدر مضر باشه. یعنی همونطور که مثلا اسلام میتونه یک نفر رو وادار کنه سر یکی دیگر رو ببره، یک انسان دیگر رو ببره، به همون شکل مثلا فرض کنید یه شبه مذهب مثل مثلا فرض کنید یه چیز مورد پرستش دیگه مثل ناموس مثلا میتونه باعث یه پدر سر دختر خودش رو ببره با داس. در واقع این همشون چیز میکنن، این تعصب ها، این باور ها، این مقدس سازی ها باعث میشن که در واقع یک انسان نرمال، یک انسان خوب مثلا ضربه ای بخوره، احساس کنه توهینی بهش شده که مثلا یک عکس العمل این مدل نشون بده.